سلام، من هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، من بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. داستانی که امروز میخوام براتون روایت کنم داستان الیسا لمه. من مطمئنم همه شما حداقل یک بار این اسم رو شنیدید و یا روایت های متفاوتی از این داستان دارید، ولی امروز ما میخوایم از نگاه اتاق 13 این داستان رو بررسی کنیم و مطمئنم چیزهای جدیدی در انتظارمونه. بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم شروع کنیم. الیسا لم یک دختر 21 ساله هنگ کنگی کانادایی بود و از نسل اول یک خانواده مهاجر هنگ کنگی. پدر و مادرش یک رستوران چینی رو در ونکوور کانادا اداره می‌کردند. اون به تازگی دبیرستان رو تموم کرده بود و در دانشگاه بریتیش کلمبیا مشغول به تحصیل بود. اون مثل همه افراد در اون زمان در شبکه اجتماعی تامبلر فعال بود و مثل یه دفتر خاطرات براش میموند و اکثر اوقات مشغولیت‌های ذهنیش رو در اونجا مینوشت. یکی از آرزوهاش این بود که سفر کنه و دنیا رو ببینه و اون بالاخره از خانواده‌اش رضایت گرفت تا به تنهایی مسافرت کنه. ما میدونیم که اون در 28 ژانویه سال 2013 وارد لس آنجلس شد و در تمام این مدتی که در مسافرت بود به وسیله تلفن یا ایمیل با خانواده‌اش در ارتباط بود و مثل یه روتین بود براش که هر روز با خانواده‌اش صحبت کنه. اما از 31 ژانویه به بعد خانواده‌اش هیچ تماسی، هیچ ایمیلی از الیسا دریافت نکردن و اونها هم نمیتونستن تماس بگیرن و بفهمن که الیسا کجاست. 18 تا کاراگاه پلیس لس آنجلس که در بخش قتل و آدمربایی کار میکردن وارد این پرونده شدن و میخواستن بدونن که برای الیسا چه اتفاقی افتاده، آیا گم شده، آیا به قتل رسیده، یا اینکه مثلا خودش میخواد که ناپدید باشه. خلاصه اونا میخواستن که ببینن آخرین بار الیسا کجا دیده شده و یکم که تحقیق کردن متوجه شدن آخرین بار الیسا در هتلی که اقامت داشته دیده شده، یعنی هتل سیسیل. من مطمئنم همه شما حداقل یک بار اسم هتل سیسیل رو شنیدید. این هتل خیلی معروفه، یعنی هر جا حرف از یه چیز بد، یه چیز بدشگون میخواد بیاد اسم هتل سیسیل رو میارن. ولی ما اینجا با واقعیت ها روبرویم، میخوایم بدونیم چرا هتل سیسیل در موردش بد میگن، اینقدر شومه. چرا؟ اول اینکه بهتون بگم هتل سیسیل در سال 1924 ساخته شده، 700 تا اتاق داره و دقیقا در وسط لس آنجلسه، در منطقه که بسیار معروفه. اما در کنار هتل سیسیل یه منطقه خیلی معروف دیگه هم وجود داره به اسم اسکید رو. این منطقه برای حدود 100 ساله که محل سکونت بی خانمان ها، روسپیا، آدم های معتاد، آدم های روانی، کسایی که هیچ جایی ندارن زندگی کنن توی این منطقه زندگی می کنن و حدود 8 تا 10 هزار نفر در این منطقه زندگی می کنن، توی خیابون چادر می زنن و زندگی می کنن. بارها و بارها اتفاقات بسیار تلخی در این منطقه افتاده. اتفاق افتاده که یه آدم روانی لخت وسط خیابون وایستاده و قمه و قمه کشی میکنه و عربده میزنه. یا بارها اتفاق افتاده که صبح پلیس اومده جنازه هایی که در اون منطقه افتاده رو جمع کرده، یا اینکه زنان بسیاری در اون منطقه گم شدن و هیچ کس نمیدونه چه اتفاقی براشون افتاده، ولی خب چون روسپی بودن، مثلا چون بی خانمان بودن، چون خانواده نداشتن، کسی دنبالشون نمیگشته. به قول بهرام کسی پیگیرشون نبوده که بدونن این آدما کجا رفتن. به خاطر همین هیچ آماری ازشون در دست نیست. تعداد زیادی از آدمای بی خانمان اسکیدرو رو توی هتل سیسیل اسکان دادن و خب معلوم نیست که این آدما معتادن، قاتلن، چیکارن.
یه قسمت دیگه وجود داره که آدمایی هن که خونه اونجا رو اجاره کردن و اونجا مثل خونهشون میمونه و سالیان سال دارن اونجا زندگی میکنن. و یه قسمت دیگه از هتل سیسیل که اسمش هست Stay on Main، مخصوص مسافرا و توریستایی که از کشورهای دیگه اومدن یا جای مختلف اومدن و اونجا اسکان داده میشن. حداقل روزی 3 تا تماس از هتل سیسیل به پلیس میشه که یه اتفاق افتاده و پلیس باید بره اونجا. وقتی تو توی آسانسوری نمیدونی اونی که کنارت وایساده مسافره یا دزد، قاتل، متجاوز جنسیه یا تازه از زندان آزاد شده، بیشتر افرادی که توی این هتل اقامت میکنن یا خارجی ها و توریست ها و جوان های کم درآمدن یا کسایی هن که آمریکایی هایی هن که این هتل رو انتخاب کردن چون ارزونه و اکثر این افراد خلافکارن. به خاطر همینه که اسم هتل سیسیل خیلی بد در رفته، در موردش بد حرف میزنن. مثلا در سال 1964 یه دختره یو در وسط روز توی اتاقش بهش تجاوز کردن و به بدترین شیوه ممکن به قتل رسوندنش داخل رخت خوابش و بعدش هم رفتن و هیچ کس نفهمید چه اتفاقی برای این دختر افتاده. یا یه بار دیگه یه پسری رو توی هتل سیسیل گیرش آوردن، کتکی زدن، پولاشو دزدیدن و بعد از طبقه ششم پرتش کردن پایین. و یا حتی بدتر از اون، ریچارد رامیرز معروف، قاتل سریالی معروف توی هتل سیسیل بوده. تو مدتی که توی هتل سیسیل اقامت داشته میرفته قتل میکرده، تجاوز میکرده و دوباره برمیگشته به هتل و بدتر از اون این که با لباسای خونی برمیگشته و هیچکس توجه نمیکرده. اون تو این مدتی که توی هتل سیسیل بوده تقریبا 14 نفر رو به قتل رسونده یا به 11 نفر تجاوز داشته و اگه اشتباه نکنه به 5 نفر اقدام به قتل داشته که نتونسته اونا رو بکشه. حتی گفتن توی بعضی از قتلاش چشمای قربانیانش رو در می آورده و با خودش می برده به هتل به عنوان غنیمت. من اگه بخوام قتلایی که توی هتل سیسیل اتفاق افتاده رو بهتون بگم، حالا باید ادامه بدم. یکی از مدیرای هتل سیسیل که 10 سال اونجا کار میکرده گفته توی مدت 10 سال من 80 تا قتل دیدم. دیگه شما خودتون بقیهش رو ببینید دیگه چی میتونه باشه. و من فکر میکنم یکی از دلایلش اینه که به خاطر اینکه نزدیک منطقه اسکیدروه. یعنی فکر نمی کنم هیچ دلیل دیگه ای داشته باشه که ما محله خطرناکیه دیگه، به خاطر ارزونیش همه میان. خیلی محله خطرناکه، یعنی اگه شما برید تو اینترنت سرچ بکنید میفهمید که هتل سیسیل کجا واقع شده. مدیر هتل گفتش که الیسا 28 ژانویه وارد هتل سیسیل شده و بعد از دیدن هتل تصمیم گرفته که 4 روز در هتل سیسیل بمونه و خود الیسا هم در تامبلرش در شبکه اجتماعیش اینو منتشر کرده و نوشته بوده. کاراگان تصمیم گرفتن وارد اتاق الیسا بشن و اتاق الیسا رو ببینن، اما متوجه شدن که کارمندان هتل وسایل الیسا رو برداشتن و جابجا کردن. ظاهرا قانونه که وقتی یه شخصی نمیاد اقامتش رو تمدید بکنه و پولش رو پرداخت کنه، وسایلش رو برمی‌دارن و به مدت 30 روز نگه می‌دارن. کاراگاهان تونستن در بین وسایل‌هایی که از الیسا به جا مونده بود، کارت‌های اعتباریش، پولاش، لباساش، لپتاپش، مدارک شناساییش، داروهای تجویزی دکترش، هر چیزی که متعلق به الیسا بود رو پیدا کنن. و این نشون میداد که الیسا خودش نمیخواسته بره، یعنی این که اگه بگن که شده که رفته یهویی شده، یعنی خودش نمیخواسته خودش رو گم و گور کنه و بره. و کسایی هم که اتاق رو تمیز کرده بودن گفتن که ما هیچ نشونه از ورود اجباری به اتاق ندیدیم و همچنین اتاق خیلی به هم ریخته بوده. ولی وسایلی که مربوط به مواد مخدر باشه یا اینکه مواد مخدر باشه توی اتاق رو هم پیدا نکردیم. از اونجایی که الیسا در شبکه اجتماعی فعال بود و مرتبا پست میذاش، کاراگاهان شروع کردن این پست ها رو خوندن تا ببینن میتونن اطلاعاتی پیدا کنن یا نه. پست هایی که اخیراً الیسا گذاشته بود حس خوبی نمیداد. مثلا یه پستش نوشته بود که از هتل خوشش نمیاد، حس بدی بهش میده. یا اینکه نوشته بود که صفحه لپتاپش از آینده اون روشن‌تره. یا اینکه کاش میتونست مغزشو در بیاره، بذاره توی یه جعبه و بذاره پشت کمد.
و همچنین اون در پستاش اشاره کرده بود که با غریبه ها بیرون میره، یعنی با مردای غریبه میره بیرون و میشه برای که بشناستشون میره بیرون، و این خب خیلی علامت خطر بزرگی بود و کاراگاهان تلاش میکردن که ببینن که الیسا آخرین بار با کی ملاقات کرده و متوجه شدن آخرین جایی که الیسا رفته یک کتاب فروشی بوده. کاراگاهان متوجه شدن که اون اومده کتاب فروشی، بعد رفته هتل و بعد دیگه هیچ کس اونو ندیده. 6 روز از گم شدن الیسا میگذره و خانواده‌اش اومدن لس آنجلس و یک کنفرانس مطبوعاتی درست کردن که بتونن از مردم کمک بگیرن. اصلا امکان این وجود داره که الیسا گم شده باشه؟ در زمان تحقیقات کاراگاهان متوجه شدن که در هتل دوربین‌های امنیتی وجود داره، ولی این دوربین‌ها در تمام هتل نیستش، فقط در مناطقیه که رفت آمد بیشتره. و همچنین کاراگاهان متوجه شدن در طبقه‌ای که الیسا ساکن بوده دوربین نبوده که بدونن که مثلا الیسا کی از اتاقش اومده بیرون، چی کارا کرده. و الان هزاران ساعت فیلم وجود داره و کاراگاهان مجبورن که این فیلم ها رو دقیقه به دقیقه نگاه کنن، فیلم هایی که کیفیت بسیار پایینی داره. خود کاراگاهان میگن ما حدود 20 ساعت در روز این ویدیوها رو دقیقه به دقیقه تماشا میکردیم تا ببینیم که آیا الیسا اصلا از هتل بیرون رفته، و دقیقا در یک نقطه تونستن الیسا رو ببینن. 4 دقیقه ویدیو از الیسا در آسانسور وجود داره که به نظر میاد خیلی آرومه و بدون استرسه، ولی چیزی که توی این ویدیو عجیبه این که اون داره کلیدای مختلفی رو میزنه و همین سوال برانگیزه که چرا باید چند تا کلیدو بزنه و چرا در آسانسور بسته نمیشه. و الان احساس میکنه که یه صدایی میشنوه، دوباره منتظره، قایم میشه، یه چیزایی میبینه که ما نمیبینیم. اگه توجه کنید میبینید زیر ویدیوی الیسا اون نوشته مخدوشه، نشون نمیده چه تاریخیه، چه ساعتیه، و همین سوال برانگیزه. رفتار الیسا عجیب و عجیب تر میشه، به نظر میاد کسی رو میبینه. فقط یک لحظه وجود داره در این ویدیو که به نظر میاد یه نفر بیرون آسانسوری که ما میتونیم شاید یه لنگ کفش رو ازش ببینیم. انگار با کسی درگیره. دوباره میاد دوباره کلیدهای آسانسور رو میزنه. یه چیز رو همینجا بهتون بگم، اول ویدیو هم نشونتون دادم الیسا داره کلیدهای مختلفی رو میزنه. وقتی تو میخوای بری طبقه پایین یا میخوای بری طبقه بالا یه هدف مشخصی داری، یه کلیدو میزنی، نمیگی چند تا کلیدو پشت سر هم بزنی. بعد از اینکه رفتن تحقیق کردن متوجه شدن یکی از کلیدایی که الیسا میزده کلید توقف بوده و هر دفعه که اون کلیدو میزده آسانسور 2 دقیقه استاپ میکرده. برای همینه که در آسانسور بسته نمیشه و ما فکر میکنیم که یه نیروی تاریک در میونه که داره ما رو میترسونه. ولی بریم رو ویدیو، یه چیز دیگه میخوام نشونتون بدم. ببینید دوباره داره کلیدا رو پشت سر هم میزنه. اینجا رو دقت کنید، فقط یک فریم وجود داره. الان چرا با دستاشو تکون بده؟ اون یه چیزی میبینه که ما نمیبینیم. اینجا دوباره برمیگردم عقب، یه چیز سیاه میبینید؟ دوباره برمیگردم عقب، دقیقا اینجا
و خیلی ها میگن این نشون میده که یه نفر دیگه اونجا کنار الیسا بوده و این به نظر میاد که پای یه نفر دیگه است. ما نمیدونیم که آیا واقعا این پای یه شخص دیگه است، کسی دیگه واقعا اونجا بوده یا نه. هم براشون سوال اینه که خب چرا در آسانسور بسته نمیشه. اصلا مشخص ها مخدوش شده، میبینی؟ الان در آسانسور بسته شد. خب شاید شما فکر کنید که در آسانسور بسته شده، ولی در آسانسور اینجا نشون میده که فیلم کات شده، فیلم ادیت شده، در آسانسور از نیمه بسته میشه. یه بار دیگه دقت کنید. یه عده میگن که در آسانسور خود به خود بسته شده، ولی یه عده دیگه معتقدن که در با آسانسور کات شده و از نصف بسته میشه. هتل ادعا کرده که ما فیلم خام پلیس داریم. پلیس هم میگه که پلیس هم چی نمیگه. واقعا چی نمیگه. خیلی عجیبه. پلیس چی نمیگه، ولی یه عده معتقدن که شاید پلیس کاتش کرده. با این حال یه عده میگن اون چیزی که شما دیدید پای الیسا، یه عده میگن که نه، پای یه نفر دیگه است. من به نظرم پای خود الیسا میتونه باشه، به خاطر اینکه مثلا اگه پاش چرخیده قشنگ، مثلا اگه این حالت بوده، بعد کم کم داره قشنگ نشون میده که میچرخه و بعد مثلا پای سمت چپش، آره پای سمت چپش پشت پای سمت چپشه دقیقاً. نمیدونم. این بستگی به قضاوت شما داره که چی فکر میکنید راجع به ویدیو، ولی خب حرفای زیادی راجبش میزنن. الان یک هفته است که الیسا گم شده و پلیس ها مطمئنن که الیسا داخل هتله، چون اونها فیلم های دوربین های امنیتی رو نگاه کردن و ندیدن که الیسا از هتل بیرون بره. برای همین تصمیم گرفتن که داخل هتل رو اتاق به اتاق بگردن. اصلا شاید کسی داخل هتل الیسا رو گروگان گرفته باشه و نگه داشته باشه. حتی پلیس ها اومدن از سگ استفاده کردن تا رایحه الیسا رو تشخیص بده و ببینن الیسا کجا رفته داخل هتل. خب سگ مسلماً تونست رایحه الیسا رو در اتاقش پیدا کنه و همچنین داخل راه رو، تا اینکه رسید به یه پنجره. دقیقاً تا دم پنجره رایحه الیسا رو تشخیص داد. در کنار پنجره پله‌های اضطراری وجود داشت که میرفت پایین و میرفت بالای سقف هتل. پلیس‌ها بعد از این تصمیم گرفتن که روی سقف هتل رو هم بگردن. هلیکوپتر اومد، سگا رو بردن بالا، ولی هیچ نشونه‌ای پیدا نکردن. خودشون میگن که ما اون روز یا اون شب تا ده شب کار کردیم و سقف رو گشتیم و هیچی پیدا نکردیم و تصمیم گرفتیم فردا صبح دوباره برگردیم. اما متاسفانه یه قتل دیگه اتفاق افتاد و 18 تا کارگاهی که روی این پرونده کار میکردن تبدیل شدن به 4 نفر و عملا تحقیقات راکت مون و دیگه اینا نرفتن صف رو بگردن. من موندم که حالا خب اون 18 تا کم شدن، اون 4 تا داشتن چیکار میکردن؟ خب 4 تا میرفتن میگردن. دقیقا الان حدودا 2 هفته است که الیسا گم شده و امید به زنده بودنش دیگه خیلی کمه. تنها مدرکی که پلیس داره همون فیلم داخل آسانسوره و پست هایی که الیسا منتشر می کرده. بعد از اینکه پستاش خوندن، با خانوادش مصاحبه کردن، متوجه شدن که الیسا به شدت افسردگی داره و همچنین بیماری 2 قطبی داره که دارو مصرف می کنه. اون خودش بارها در پستاش گفته بود که خیلی حالش بده، چند روز می خوابه، چند روز حالش خوبه و این الگو همیشه ادامه داره. و ما اصلا به این موضوع اشاره نکردیم، الیسا قبل از اینکه بهش اتاق تکی بدن، یه فکر میکنم یه روزی با یه زن و شوهر و یه دختر هم اتاقی بوده و اونها از رفتار عجیب الیسا شکایت کردن و خب مدیر هتل اتاق الیسا رو عوض کرده. اون کسایی که باش هم اتاقی بودن داخل هتل سیسیل گفتن که می اومده یه سری نوشته می نوشته و می چسبونده به تختمون. مثلا می نوشته گمشید بیرون، یا یعنی اینکه مثلا وقتی که ما توی اتاق نبودیم و اون خودش تنها توی اتاق بوده، در رو برای ما باز نمی کرده، صدای تلویزیون رو عوض می کرده، یه بار به یه
مجری نامه نوشته، کار عجیبی میکرده توی هتل. حتی یه بار رفته توی لابی داد زده، گفته آره من دیوونم، و هیچکس نمیدونه که آیا مثلا این به خاطر مریضی دو قطبیش بوده یا اینکه تحت تاثیر مواد بوده. وقتی این چیزا رو میشنوی خیلی به نظرم برات عادیه که بتونی رفتار داخل آسانسورش رو توجیه کنی. دقیقاً، برای اینکه مثلا بدونی که مثلا خب دلیلی داشته که مثلا یه ممکن بوده مثلا خودر مریضیش و اینا یه جوری خودش مثلا گم و گور کرده. آره دیگه، اینا یعنی مثلا خیلی عادی میشه دیگه وقتی که این چیزا رو بدونی در مورد الیسا. الان حدود 19 روزه که از گم شدن الیسا میگذره. در همین مدت هم یک زوج انگلیسی وارد هتل سیسیل شدن تا یه مدتی در این هتل ارزون قیمت اقامت داشته باشن. خودشون هم گفتن که تنها دلیلی که این هتل رو انتخاب کردن به خاطر ارزون بودنشونه. اونا در روز 19 که الیسا گم شده بود از خواب بیدار میشن که دوش بگیرن، مسواک بزنن، که میبینن رنگ آب تغییر کرده، یه رنگ سیاهی داره و فشارش هم بسیار کمه. شاید براتون جالب باشه که بگم با همین آب مسواک میزنن، دوش میگیرن و خودشون میگن که از این آب خوردن، و بعدش هم به هتل شکایت میکنن و هتل اتاقشون رو عوض میکنه. اونا میگن که رنگ آب خوب شده ولی فشار همچنان کمه. کسی که مسئول نگهداری هتل بوده لوله ها رو چک میکنه و میبینه لوله ها گرفتگی نداره. تصمیم میگیره که بره بالای سقف و 4 تا تانک اصلی هتل که آب از اونجا تامین میشه رو چک کنه و ببینه که آیا اونا گرفتگی داره یا نه. وقتی میره بالا متوجه میشه که در یکی از تانک ها بازه. وقتی میره بالا و نگاه میکنه میبینه یه جنازه کاملا سفید مثل یه روح روی آب شناوره. با رسیدن پلیس مشخص میشه که این جنازه متعلق به الیسا لم گم شده است. در حقیقت اون 19 روزه که داخل تانک آبیه که مردم از اون آب می نوشن، حموم میکنن و استفاده میکنن. 4 tanks connect to the hotel's drinking supply. Hundreds of residents and hotel guests have been using it. Just before we found out, we had a shower, brushed the teeth, and drank water. It tasted horrible. It had very funny, sweety, disgusting taste. It's very, very strange taste. I can barely describe it. It's horrible taste. کارگان ابتدا دستور دادن که آب تانک رو خالی کنن که جسد برسه به پایین تانک و بتونن اونو خارج کنن. اونا اومدن که تانک رو برش دارن و جسد الیسا رو که برهنه بود رو در آوردن. لباسهاش هم داخل تانک بود، همچنین ساعتش و کلید اتاقش هم همراهش بود. چیز دیگه همراهش نبوده، فقط همینا همراهش بوده. بعد از اون انتقال شدن به پزشکی قانونی تا ببینن که علت مرگ چی بوده. هیچ گونه شکستگی، هیچ گونه کوفتگی، هیچ گونه نشونه درگیری روی بدن الیسا نبود. هرچند که بدنش در تقریبا تجزیه شده بود، اونم داخل آب که نشون میده طولانی مدت داخل آب بوده. با این حال اومدن چون برهنه بوده ازش تست تجاوز هم گرفتن که ببینن آیا بهش تجاوز شده یا نه، که گفتن که نه، هیچ نشونه نیست که نشون بده که به الیسا تجاوز شده. هرچند یه سری منابع گفتن که ظاهرن که خونریزی مقعدی داشته، ولی بعدها پلیس گفت این خونریزی مقعدی به خاطر همین بوده که داخل آب بوده و فشار بوده. خلاصه هیچ کس نمیدونه برای الیسا چه اتفاق افتاد، علت مرگ الیسا چی بود، و پزشکی قانونی نتونست چیزی پیدا کنه. همچنین در بدنش هیچ داروی مخدری رو پیدا نکردن که نشون بده که تحت تاثیر مواد بوده و این اتفاق براش افتاده، و حتی دوز داروهای خودش هم به شدت پایین بود و اصلا نشون میده داروی خودش رو هم مصرف نمی‌کنه الیسا. و بعد از اون من خودم شنیدم که بعضیا میگن که الیسا چجوری رفته توی تانک، هیچ راه ورودی نداره. ولی شما اگه این عکس رو ببینی در کنار تانک ها یه ساختمون کوچیکه که اونجا راه ورودی داره، و پلیس میگه که اگر خود الیسا به قصد خودکشی این کارو کرده باشه یا حتی اگه تحت تاثیر مواد بوده این کارو کرده، احتمالاً رفته بالای این بمب و بعد خودش رو پرت کرده داخل یکی از این تانک ها.
و هیچ راه ورود دیگه ای نداره، احتمال از همین راه بوده، و یا اینکه اگر جای دیگه ای فوت کرده از همین طریق بردنش بالا، چون الان ما در این مرحله نمیدونیم علت مرگ الیسا چیه. همچنین پزشکی قانونی گفت که ما هیچ مدرکی نداریم که ثابت کنیم الیسا غرق شده. در بیشتر مواقع کسایی که خودشون رو داخل آب میندازن که خودکشی کنن، صورتشون به داخل آبه، ولی الیسا موقعی که پیدا شده صورتش رو به آسمون بوده، یعنی به این شکل دستاش رو به پایین بوده. برای همین مثلا میگفتن احتمال داره که یه نفر کشته باشدش بعد انداخته باشنش داخل آب، ولی خب بازم هیچی ثابت نشد. در کنار همه اینها یه سری تئوری ها هم گفته شد. یکی از تئوری هایی که مردم زیاد در موردش حرف میزنن اینه که احتمالاً الیسا سلاح بیولوژیکی بوده. چند روز بعد از اینکه جسد الیسا پیدا شد، در منطقه اسکیدرو، یعنی جایی که بیخانمانهای لس آنجلس، یا شاید بخوایم بگیم بزرگترین منطقه‌ای که بیخانمانهای آمریکا زندگی میکنن، بیماری سل زیاد شد و تستی که از این مردم میگرفتن اسمش بود الیسا، و مردم میگفتن که احتمالاً الیسا سلاح بیولوژیکی بوده که دولت برای اینکه بی خانمان ها رو از بین ببره استفاده کرده. و این موضوع از اونجای شدت گرفت که دانشگاهی که الیسا در اون تحصیل میکرد، یعنی دانشگاه بریتیش کولومبیا، یکی از مراکزیه که در مورد بیماری سل تحقیق میکنه. ولی بعدها دولت گفت که نه، اصلا این حرفا نیست، این تست لام الیسا در حقیقت خلاصه چی بهش میگن؟ مخفف این کلمه است که الان میتونید ببینیدش. اما در کالب و چکافی مشخص شد که الیسا سل نداره و نمیتونه یه سلاح بیولوژیکی باشه که مردم منطقه اسکیدرو رو از بین ببره، و این فقط یک تشابه اسمی و زمانیه. اگه یادتون باشه آخرین جایی که الیسا رفت یک کتاب فروشی بود، اما یه حقیقت خیلی تاریک توی این داستان وجود داره که بریم با همین ویدیو رو ببینیم. اسم کتاب فروشی که The Last Book Store رو توی گوگل سرچ کردم و بعدش لینکش رو آورد برام. وقتی وارد شدم لینک رو کپی کردم و بعد وارد سایت who.is شدم که اطلاعات دامنه سایت رو بهم نشون میده، و دامنه سایت رو که اینجا سرچ میکنم بهم اطلاعات این دامنه رو میده. خب بعدش از اینجا اطلاعات حالا جایی که ثبت شده و همه اطلاعات، کشور، کد پستی و همه شماره و اینجور چیزها رو بهم داده. خب حالا من آدرس کد پستی رو توی گوگل سرچ کردم و میبینید که توی گوگل مپس برام اینو آوردش. حالا وقتی روش کلیک میکنم دقیقا یه آدرس یه قبرستون که همون قبرستون الیسا لمه رو توی کانادا بهم نشون میده. چرا باید صاحب یک کتاب فروشی آدرسش رو بزنه یک قبرستون توی کانادا؟ واسه من اون سوال رو نمیکنه. آخه مثلا کسی که یه دامنه رو میخره و یه سایت رو درست میکنه، حالا مخصوصا وقتی که یک کتاب فروشی سازمانی باشه، یک کتاب فروشی جای بزرگ مغازه چیزی باشه، خب میاد آدرس مغازه رو میزنه یا آدرس مثلا کمپانیش رو میزنه، ولی این مدرسه صافی آدرس کد پستی قبرستون رو داده. و این موضوع همچنان ادامه داره. این اصلا اون لحظه های اولیه که الیسا مرد این تئوری وجود داشت که چرا باید آدرس اون کتاب فروشی آدرس قبرستون باشه. و جالب اینه که تمدیدش هم میکنه هر سری، یعنی حتی بعد از اینکه این داستانا به وجود اومد نرفت این آدرس رو عوض کنه، رسانی کنه مثلا کارش کنه. اگه اشتباه نکنم که دو ماه دیگه دوباره باید تمدید کنه و فکر میکنم دوباره همین آدرس رو تمدید کنه و این خب عجیبش میکنه. یکی دیگه از تئوری هایی که خیلی در فضای مجازی سر و صدا کرد و احتمالاً شما هم دیدید این آقاست که میتونید ویدیوشو ببینید. I'm here in the Cecil Hotel downtown LA. این ویدئویی که دیدین در سال 2013 بعد از پیدا شدن الیسا به شدت دست به دست میشد و همه میگفتن که قاتل الیسا این آقا، یعنی آقای پابلو، و خب
بلا فاصله یوتیوب اکانتش رو بست، اکانت جیمیلش بسته شد، فیسبوکش بسته شد و میگفت که من مصاحبه این آقا رو دیدم، میگفت که من از همه طرف تحت فشار بودم، همش من پیام میدادم و میگفتن که تو قاتلی، تو الیسا رو کشتی. و بعدها مشخص شد اصلا این ویدئویی که منتشر شد از این آقا در سال 2012 گرفته شده، یعنی در سال 2012 در هتل سیسیل بوده، یعنی یک سال قبل از اینکه الیسا اصلا به اون هتل بره، اصلا موقع نبوده و زمان مرگ الیسا این در مکزیک بوده و داشته ویدیو ضبط میکرده و میگفت که اصلا من یه مدتی توی بیمارستان روانی بستری بودم و تا مرز خودکشی رفتم. و میدونی برای من عجیب بود که خب چرا گوگل و جیمیل بدون تحقیق، فقط صرفا جهت این که مردم هی ریپورت کردن اکانتش رو بستن. در این سایت بزرگی مثل این سایت خب نبود همچین الکی اکانتی کسی رو. و من فکر میکنم یکی که بیشتر از همه توی این داستان الیسا ضرر کرد همین آقا بود. توی مکزیک خیلی آدم معروفیه، حتی من شنیدم فیلمساز خیلی معروفیه، بورسیه نیویورک رو برده. حالا دیگه پابلو ورگارا اسمش و اتفاقا دختر عموی باباش سوفیا ورگارا که مجری برنامه آمریکاز گات تالنت، یعنی دختر عموی باباش این خانم. آره این خانم خیلی معروفه و خلاصه که یعنی آدمای دیگه هم بودن که اینجاها ضرر دیدن و من احساس میکنم اینجور وقتا شایعه زیاد میشه، زیاد در موردش حرف میزنن. آره مردم هم این کاری که میکنن دیگه بدتر میکنن، خیلی یارو ممکنه نابود کنن، خیلی یارو باید نابود کنن. ما در مورد همه اینا حرف زدیم، در مورد خانواده الیسا حرف نزدیم. خانواده الیسا و حتی خواهر الیسا میگفتن که قبلا سابقه داشته که الیسا این کارا رو میکرده، یعنی بارها اتفاق افتاده که به محض اینکه احساس میکرده حالش خوبه داروهاشو قطع میکرده و اخلاقش تغییر میکرده، میترسیده، احساس میکرده که چیزی دنبالشه و خواهرش میگفت بارها پناه گرفته بوده زیر تخت و زیر تخت قایم میشده و میگفته که یه نفر دنبالمه. به نظر میاد که خانواده الیسا قبول کرده بودن که مرگ دخترشون تصادفی بوده، الیسا تصادفی احتمالاً ترسیده بوده و تمام رفتاری که توی هتل داشته با هم اتاقیاش داشته نشون میده که ثبات رفتار نداشته. آره دیگه وقتی اینجور آدمایی که مریضن خودشون فکر میکنن دیگه سالمن، یعنی مثلا هیچ مشکلی ندارن و درک نمیکنن که مریضی دارن و قرصشون خب قطع میکنن. قطع کرده بوده، حتی به مدیر هتل خورده گرفته بودن که چرا تو وقتی دیدی حال این بده، وقتی داره این رفتارا رو میکنه با پلیس تماس نگرفتی؟ و خب اونم حرف درستی زد، اون گفت که بیشتر آدمایی که تو این هتل هستن از این اسکیدرو هن، معتادن، مواد مصرف میکنن، روانی هن و اصلا من فکر کردم اینم شاید مواد زده که این مدیره، برای همین تماس نگرفتن با پلیس. و خانواده‌اش از هتل شکایت کردن و گفتن که هتل باید در اون تانکا رو قفل میزد که دختر ما نمیرفت خودش رو پرت کنه اونجا. کی میدونه که مثلا یه کسی ممکنه بره سمت اون هتل، بره طبقه بالا خودش رو پرت کنه اونجا و خودکشی کنه. اصلا ببین دو راه وجود داره که الیسا رفته باشه بالای سقف. یه راهی وجود داره که از داخل خود هتله که اصلا زنگ هشدار داره، یعنی الیسا اگه از اون رفته باشه زنگ میخوره. خب ولی الیسا از پله های اضطراری رفته، اگه یادتون باشه گفتیم سگه هم تشخیص داده بود بوی الیسا رو، از پله های اضطراری رفته و اصلا پله های اضطراریش خیلی وحشتناکه، یعنی تو اصلا رو هوا انگار معلقی. آره دیگه خب پلای استوری همیشه مخصوصا ساختمون به اون بلندی اصلا خیلی وحشتناکه. با این حال علت مرگ الیسا غرق شدن تصادفی به علت بیماری دو قطبی تشخیص داده شد و گفتن که این یه تصادف بوده. ولی با این حال من دارم بهتون میگم علت مرگ الیسا رو نمیدونن، چی حتی نمیدونن غرق شدگی یا نه، ولی اون چیزی که در برگه دادگاه نوشته شده همینه و خانواده‌اش هم همین رو قبول کردن. ولی الان که داره ویدیو تموم میشه من چند تا سوال دارم، یعنی برای خودم سوال پیش اومده. سگ تونست بوی الیسا رو تشخیص بده خب، ولی چجوری روی سقف که بردن نتونست تشخیص بده؟ بذار بگم، نگو آفتاب و باد و بارون. در تانک باز بوده، اون جسد در حال فساد بوده، نگو که بو نداشته. خب آره اصلا آبم بوداشته دیگه، آبم بوداشته، چجوری سگ تشخیص نداده؟ میدونی چی دارم بهت میگم؟ یعنی واقعا این برای من سواله. از اون طرف میگن که اگر الیسا کشته شده باشه و روی سقف برده بودنش، خب دیدیم که راهش چجوری، الان دوباره میتونید توی عکس ببینید،
بدنش باید یه خط و خش برداره، مگه اینکه تو بگی یه نفر اسلحه گذاشته روی سرش، بردتش روی سقف و بعد اونو انداخته توی آب، یا اینکه مثلا دو سه نفر براشتن بردنش با هم دیگه. همین. ولی خب من برام بازم سواله که حالا تو میگی اون رد اون پایی که توی فیلمه میگه پای خودش بوده، حالا اونو مثلا شاید بتونی یه جوری قبولش کنیم، ولی برای من اینه که سواله که چرا سگ نتونسته اینو پیدا کنه. نمیدونم واقعا من دلیل خاصی براش ندارم، ولی فقط هم میتونم بگم اون پله اگه مثلا بوده پله استراری، شاید به خاطر اینکه تو معرض هوا بوده و مثلا باد و بارونی چیزی بهش خورده. نه پله استراری من نمیگم، من تانکو دارم میگم. بالای پشتمون برده بود تانک. آقا من میگم مگه توی تانک نبوده؟ الیسان 19 روز جسدش توی تانک نبوده؟ روزای اول که سگو بردن اونجا، سگی چجوری نتونسته برو تشخیص بده؟ خب شاید بوی مثلا حالت، یعنی بوی بدنش رفته بوده، بوی اون گندیدگی مثلا که بدنش پوسیده بوده، شاید اون بو رو میداده و مثلا غالب بوده اون بوه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. من خیلی دوست دارم نظرت شما در مورد این پرونده معروف بدونم، چون این پرونده خیلی سر و صدا کرد. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.